سلام، با 180 ثانیه سه‌شنبه 13 فروردین ماه ما رو همراهی کنید. مهرداد جهانی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز اعلام کرد شدت بارندگی در محور کرج چالوس سبب تخریب مسیر در بخش‌هایی از جاده شد. به گزارش تسنیم، آقای جهانی اضافه کرد امکان تردد در این مسیر وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی میزان خسارت سیل اخیر به بخش کشاورزی در 12 استان را بیش از 3800 میلیارد تومان اعلام کرده است. این میزان خسارت تا 11 فروردین ماه برآورد شده است. از سوی دیگر و در شهر اصفهان مطابق تصاویر دریافت شده، رودخانه زاینده رود از طغیان مسون مانده و امروز 13 فروردین آرام و کم حجم در این شهرستان جریان دارد. علی اصغر پیوندی، رئیس هلال احمر ایران، گفته است وضعیت استان خوزستان خوب نیست. آب از استانهای ایلام و لرستان به سمت خوزستان در حال حرکت است و حجم آب سدهای این استان نیز افزایش یافته است. با باز شدن سدها احتمالاً روستاهای زیادی زیر آب خواهند رفت. علیرضا کاخاوند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان، گفت در اثر جاری شدن سیل، آب شرب 620 روستای استان به دلیل شکستگی خطوط انتقال و یا تخریب زیرساخت‌ها قطع شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 8 نفر و انتقال 73 مصدوم از مناطق سیل زده این استان به مراکز درمانی است. روابط عمومی راه آهن ایران در اطلاعیه‌ای از توقف حرکت قطار شمال به علت طغیان رودخانه تالار سوادکوه و رانش زمین خبر داد. از سوی دیگر، در پی ادامه بحران سیل در ایران، حالت فوق‌العاده در شهرستان شوش واقع در استان خوزستان اعلام شده و باید روستاهای حاشیه کرخه در این استان تخلیه شوند. کاملا غرق آب شده روستای پایندست که دستور تخلیهشون داده شده بود، فکر کنم کامل تخلیه نشدن، یه سری هنوز اونجا مونده. شورای شهر پاریس روز دوشنبه به اتفاق آرا شهروندی افتخاری نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را تصویب کرد. در این مصوبه آمده است شورای شهر پاریس به نشانه حمایت و قدردانی از شجاعت او به خانم ستوده شهروندی افتخاری پاریس را اعطا می‌کند و خواستار آزادی فوری او می‌شود.